بنده تو شغل نامرگی بازی هستم. من شغل پدریمم. از یادم میاد بچه بودم توی شغل بودم. از شاید بگم 4-5 سالگی من با پدرم آمدم. بعد علاقه هم داشتم دیگه توی شغل ادامه دادم. موقعی هم ترک تحصیل کردم. چیزی که ترک تحصیل کردم حدوداً از سال 77 من ترک تحصیل کردم توی شغل. قبل از اونم تعطیلات تابستان بوده، تعطیلات عید بوده. مثلا به کمک پدرم موقعی بیکار بودم آمدم کار. برای کار کردن و کمک کردن آمدم. اینجا بازار سنتی نان برنج پزه کرمانشاست که بنیان نون برنجی کرمانشاه تو همین بازار درست شده. قدمت بازار به دور قاجاریه میره. حالا چیزی که من شنیدم حدوداً بالای 130-140 ساله اینجا بازار برنج پزه است. قدمت تولید نان برنجی، حالا صنایع دستی، تمام شغل اصناف دیگه، اما در راسته شغل صنف خودمان حدوداً بالای 130-140 ساله اینجا شغل نون برنجیه. بنیان نون برنجی هم همینجا درست شده. حاجی حیدرعلی و حاجی غلامرضا و حاجی حبیب فوادی و خانواده فوادی و جعفری و جلیلیان اینا، بله بله، از اینجا شروع شده دیگه. این سوغات برنجی قدیم خانگی بودن. مواد اولیه‌اش کلاً یه چیزیه که به هوای سلیقه، به هوای مواد اولیه اون منطقه، به هوای سلیقه مردم تغییر کرده. سابقاً مثلا تو کرمانشاه تو خانه‌ها مثلا شیرینی محلی از خانم‌ها تو خانه درست می‌کنن، هر محلی هر منطقه شیرینی به خصوص خودش شده. یواش یواش این کیفیت جنسا مثلا مشتری طالب بوده، بیشتر برای ایام عید و برای ایام جشن و اون وقت مناسبت‌ها درست کردن. بعدم برادرم کرمانشاه تو مسیر راه کربلا بوده، تو مسیر جاده ابریشم بوده، یه سوغاتی درست باید می‌کردن که هم ماندگاری زیاد باشه هم تقویتی باشه، مثلا چیزی باشه که ارزش غذاییش به قول الان میگیم ارزش غذاییش خیلی بالاتر باشه. شیرینی ها توش راه بوده چون خراب نشه، ماندگاری زیاد باشه، گرما سرما کیفیت کار خراب نشه. از آرد برنج روغن نباتی سابقا مثلا قدیما کلا روغن حیوانی بوده، اما الان چون به قدرت خرید مردم پایین اومده با روغن نباتی شکر تخم مرغ، تخم مرغ زرد و سفید در هر دو با همه. واسه کاک مثلا فقط زرد است، اما برنجی زرد و سفید با همه. دیگه بخوای گلاب بزنی عطر و طعم گلاب میگیره. زعفرانیش هم هست، مثلا زعفران میزنن، عطر و طعم زعفرانو داره، یه چیز جداگان است. اینم دستور مواد اولیه‌اش همینه. کرمانشاه آرد برنجش رو پرسه جداگان است، چون آرد شما مثل همون آرد گندم آسیا میشه، رطوبتش گرفته میشه بعدم. اما آرد برنج کرمانشاه برنج اول تو آب خیس میکنن که مغزش هم نرم بشه، بعد میذاریم خشک میشه، بعد از این مرحله آسیابش میکنن، یه کمی نم داره اما آسیاب میشه. بعد فر تو آردش رو توی فر مخصوص خودشه بهش میگن داشه برنج کوبی، داشه خیلی بزرگ مثل همون فر نون برنجی اما بزرگتر. رو داشا میذارن برنج دم بکشه، بعد از دم کشیدن آسیاب میکنن، علک میکنن، نرمه آردش برای نانبرنجی استفاده میشه. مراحل پختش هم که میشه، اول کار خمیر، یک شبانه روز باید خمیر بخوابم تا جا بیفته، خمیر کهنه بشه به قول خودمان. مثلا مثال از خمیر ترش نانواییه، اینو امروز برای فردا آماده بکنیم، فردا دوباره نرمتر میشه. بخوای زعفرونی بزنی مثلا خمیر زعفرونی بشه، خمیر دو با زعفرون گلاب، اگه بخوای مثلا گلاب عطر و طعم داشته باشه با زعفرون و با گلاب، خمیر زعفرونی میشه که هم عطر و طعمش و هم رنگش فرق بکنه. اما ما الان چون فردا سفارش خمیر سفید داریم، ما فردا رو همون خمیر سفید همین جنسی که اینو الان کنار میذاریم که تا فردا بمونه یه کمی کهنه بشه. این.
روز بعدش دوباره خمیر رو مجاز میکنیم، آب روغن به اون اندازه ای که خود خمیر مثل همین خمیر یک کمی لطیف و نرم بشه، قابل استفاده بشه، کیفیت کار بالاتر بره، به اون اندازه که استادکار خودش میدونه مجاز میکنه. به اصطلاح ما خودمون میگیم گلگیری. این دانه دانه تو چی خمیر رو چونه میگیریم، اونو دانه دانه گل میندازیم و تو سینی میچینیمش. بعد از این مرحله میره مرحله فرداری که کار استاکار فردار دیگه سیادانه و انگشتانه و خال دورش رو با سیادانهش رو میزنه. چون مردم بیشتر میگن سیادانه، ما هم عادت کردیم. اما در اصل تخم خرفه است. تخم خرفه است یک گیاه خنکیه. تخم خرفه میزنه داخل فر، حدوداً زمان فرم یه 10-15 دقیقه تو فر میمونه، یعنی 7-8 دقیقه یه سمت، چون حرارت فر انتها و ابتداش با هم فرق میکنه. برنجی مثل همین صورت برشته، زیرش برشته، روش هم کامل برشته بشه، مغزش خمیر نباشه که بمونه خراب بشه. جنس سینی ها مثل مس هم زود داغ میشه هم زود سرد میشه. بعد کیفیت کار مس، مثلا اصلا کیفیت کارش با سینی فلزی سینی استیل اصلا کاملا متفاوته. سینی مس الان نگاه بکنی کامل زیرش برشته شده، چون زود داغ میشه، موقعی هم که بیرون میاری زود سرد میشه. سینی فلزی دیر سرد میشه، شما اینو برشته در بیاری تا بخواد سرد بشه سوخته. اما کار مس کیفیت کارش هم بالاتر در میاد، هم چسبیدنه به قول من مثل حالت تفلون و نچس کار میکنه، هم اینه که کیفیت کارش بالاتر میره، مزهش اصلا کلن تو ظرف مسی غذا این مزه دیگه میده. تا بعد از لحاظ نمیدانم بهداشتی هم اینا بهتره. بعد از اون مرحله فرداری میذاریم تو قفسه که خنک بشه. بعد از خنک شدن هم که دیگه میره برای جعبه چیدن و بسته‌بندی و برای فروش و عرض به مشتری. شهرهای دیگه نامبرنجی دارن، نه به صورت کرمانشاه. مثلا الان شما کرمانشاه کاک داره، شیراز یوخه داره، کرمانشاه نون خرمایی داره، مثلا خوزستان هم نون خرمایی، کرمان نون کلمپس، قزوین هم یه نون برنجی دارن که خودشان میگن نون خشکه، اما نون برنجیه، نون برنجی قزوین. تو شمال هم مثلا یه نون برنجی میزنن بهش میگن آبدندون، اما کیفیت کارا کلا با هم متفاوته. مواد اولیه که میزنن، اندازه هاش، طول پخت تو فر، به سلیقه مشتریه. ما الان برنجی روغن کرمانشاهی داریم، برنجی روغن نباتی داریم، برنجی با عطر طعم گلابه، برنجی با زعفرونه، به سلیقه مشتریه. چون مواد اولیه که باید بزنی، کار ما اینجا تولیدش بیشتره به خاطر عطر و طعم روغن حیوانی. اصلا نون برنجی کرمانشاه با تمام ایران فرق داره. شما خود روغن رو تو غذاهای محلی هم استفاده میکنی، کلا متفاوت میشه عطر و طعم غذا رو. الان متاسفانه بعضی جاها مواد اولیه رو میان مواد اولیه صنعتی رو میزنن، به جای زعفران رنگ غذا میزنن، به جای مثلا آرد خود ایرانی، آرد با کیفیت ایرانی میان، آردای مثلا تایلندی میزنن، آرد هندی و پاکستانی، برنجار او برنجار از اونجا تهیه میکنن، او کیفیت کارا پایین تر میاد. مثلا شکرها رو، روغن رو، مثلا خود روغن، بعضی نمونه روغن رو برای برنجی خیلی کیفیت کار رو بالاتر میبره. روغن نباتی رو هم حتی بعضی روغن نباتی کیفیت ما الان، چون تو خود کرمانشاه شرکت نازگل یه زحمتی کشیده، اون چیزی که واسه نون برنجی کرمانشاه خوب در بیاد، اون روغن رو به سبک اون روغنی که برای برنجی کیفیت کارش در بیاد، شرکت نازگل داره این کارو میکنه، کیفیت کارا بهتر شده. قدیما مثلا جور روغنا نبود، از 6-7 نوع روغنای جور با جور ما استفاده میکردیم، بعضی روغنا کیفیتش پایین تر بود، کیفیت جنس پایین میامد. ما الان بیشتر تولیدمان به شهرهای دیگه، به استانهای دیگه خودمان صادر میکنیم، برای کشورهای خارجی هم حتی ما الان مثلا با شرکتهایی هستن که مثلا خودشان کار صادرات میکنن و اونا برای مثلا کشورهای خارج، برای نمایشگاه بین المللی ما خودمان فرستادیم. بله،
برنجی هرچی جاش خشک و خنک باشه کیفیتش ماندگاریش بیشتره. رطوبت نداشته باشه، رطوبت یه کمی باز میشه نم به خودش بگیره، احساس خمیری مانند بکنیم. بعدم جاش خیلی گرم نباشه که روغن رو پس بده. بعدم برای جای ماندگاری مثلا برنجی رو اگه توی یخچال هم حتی نگهداری نکنید تا 6 ماه 7 ماه میتونید برنجی رو نگهداری کنید. شغلی مثل برنجی نیست، هم از لحاظ نیرو کارش خیلی از جوانا رو برده سر کار، هم از لحاظ اقتصادی هم یه چیزیه. الان شاید بگم نزدیک ما خود کرمانشاه چیزی که تو اطلاع دارم تو اتحادیه‌مون 270-280 تا کارگاه است. شما هر کارگاهی هم حساب کو یه دونه دو دونه کارگر داشته باشه، ببین چند تا کارگر فقط تو کرمانشاه سر کار رفته. بعدم هم برای اسم شهر خوبه، هم از لحاظ ماندگاریش هم اذیت نمیکنه. شما الان یک کیلو نان برنجی رو بخور اذیتت نمیکنه، اما بعضی سوغاتا رو دو تاشو بخوری دلت میزنه.